مارشال دوستم از اشرفغنی کمک خواست طالبان از دولت چین کمک خواستند در 90 روز اخیر کابل تنها امروز را بیروی داد ضد امنیت به پایان رساند باید خدا به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید تولو نیوز برخلاف 90 روز گذشته که کابل گوی رویدادهای ضد امنیتی مانند انفجار و حمله های مسالحانه بود امروز اما از این رویدادها گزارش نشده است باشندگان کابل هرچند دل خوشی از نهادهای امنیتی ندارند اما همین که یک روز را به رویداد ضد امنیتی سپری کردن خوشحالند آنان از نهادهای امنیتی میخواهند که ماهنگ عمل کنند و نگذارند رویدادهای حراس افغانی از مردم قربانی بگیرد محمد عارف باشنده کابل گفت ناتوانی دارند اینها از مردم و ملت دفاع نمی وقتی که در هنجره هایشان انفجار می شود این ضعیفیشان را نشان می دهد الله باشنده کابل گفت اینها یک پلان منظم اگر داشته باشند می بینند که رویدادها کمی کاهش میابند. کابل در هفته های اخیر گواه افزایش رویدادهای ضد امیت بود چنانچه که در یک روز تا سه روز انفجار و حمله های مسلحانه در پایتخت رخ میداد صادق قادری عضو مجلس نمایندگان گفت ما می خواهیم تا یک هماهنگی به وجود بیاورند در بین جلسه های ششونی وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی تا امنیت مردم بهتر شود پیش از سه ماه از کمرولا سالی معاون نخست رئیس جمهوری شخصا مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را بر عهده گرفته است زیا عضو دفتر رسانهای معاونت نخست ریاست جمهوری گفت در وضعیت امنیتی شهر کابل تغییرات بسیار زیاد آمده است اما از لحاظ مبارزه با تروریسم ششونیم با قاطعیت و جدیت ادامه دارد و تلاش داریم تا کابل را به شهر امن تبدیل بکنیم بر بنیاد آمارها در جریان دو ماه اخیر پنج خبرنگار و چندین فعال جامعه مدنی و همین طور پیش از ده تن از نیروهای امنیتی در این رویداد ضد امنیتی در کشور جان باختند مارشال دوستم دولت باید امکانات لازم را در اختیار مارشال صاحب دوستم قرار دهد ده تا ایشان به فرماندهی جگرن یار محمد دوستم مناطق مختلف جوستیان، سرپل، فاریاب و ولایت دیگر را از وجود مخالفین دولت پاکسازی کند. صادق صدار محمد رحمان اوگیالی همچنان آماید نیوز ملابرادر در دیدار با سفیر چین در جلوگیری و واکسین کرونا به افغانها کمک کنید. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شام روز گذشته ملابرادر در معاون سیاسی این گروه با سفیر چین در دوحه روی وضعیت فیلی مذاکرات و صلح و مسائل مربوط به توافقنامه دوحه دیدار و گفتگو کرد و گو کر. گفته آقای وردک در این دیدار ملابرادر از سفیر چین خواست تا در جلوگیری و واکسین کرونا به افغانها کمک کنند واکنش تنزی سخنگوی رئیس جمهوری حکمتیار با نصف رادار سابقه بر خانه حریم هوایی را کنترل می کند معاون سخنگوی ریاست جمهوری به دای گلبرین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در باره نشست و برخواست هواپیماهای بدون نام و نشان در میدان هوایی به ایملالی حامد کرزی واکنش نشان داده است دواخان میناپال گفته است که به گمان او حکمتیار همان رادار سابقه را بر بام خانهاش نصب کرده است و توسط آن های هوایی را کنترل میکند. مان سخنگوی ریاست جمهوری در حساب کاربری فیسبوکش نگاشته است اینجا حالا نظام است قلعه ملا نصرالدین نی مینم پال افزوده است که دیگر هواپیماهای کشور فروخته نمی شود تحفه داده نمی شود و کسی نیز آن را به پاکستان نمی برد گلبودین حکمتیار روز جمعه سه و در جریان سخنرانی خود در هنگام نز... نماز جمعه مدعی شده است که هواپیماهای بدون نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست می و در قاچاق پول و طلا دست دارد به گفته گلبودین حکمتیار امنیت این هواپیما از سوی نیروهای ویژه تامین می شود و هنگام بارگیری از کارمندان امنیتی ملی کابل خواسته می شود که محل را ترک کنند. حکمتیار از مجلس نمایندگان خواسته است که این موضوع را بررسی کند اداره هوانوردی ملکی با نشر خبرنامه این ادعاها را رد کرده است بایدن با افغانستان چی معامله می کند؟ سلام وطندار جو بایدن پیرترین رئیس جمهوری امریکا دیروز رسما قدرت را تحویل گرفت. روشن است که رسیدگی به اقتصاد آسیب دیده امریکا از کرونا مبارزه با افرادگرایی متقد به برترین نجات سفید بهبود روابط امریکا با متحدانش رسیدگی به مشکلات خاور میانه و روابط این کشور با چین از های آقای بایدن است اما این پینمرد در قضیه افغانستان با آزمون دشوار موجی است بر اساس موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان که بین طالبان و اداره ترامپ به امضا رسید بایدن تا مای می میلادی فرصت دارد به قضیه افغانستان رسیدگی کند و نیروهایش را به گونه کامل از این کشور بیرون کند اداره ترامپ به گونه یک جانبه امتیازات بسیاری به گروه طالبان داده است پنج هزار زندانی که از زندانهای افغانستان آزاد شده به نبرد بازگشتاند و مشروعیت بینالمللی دولت افغانستان ضعیف شده است در سوی دیگر در نتیجه بخش های اداره ترامپ هویت طالبان از یک گروه تروریستی به گروه سیاسی و نظامی تحویل کرده و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان آشکارا به این گروه وارد معامله شدن. بایدن با شعار امریکا برمیگردد قدرت را به دست گرفته و ادعای موقعیت امریکا در جهان را مسئولیت خود میداند بنابر این رسیدگی مسئولانه به قضیه افغانستان در راستای سیاست کلی او قرار دارد و صورت عموم ما در مورد سیاست بایدن در رابطه افغانستان چیزی نمیدانیم زیرا در این مورد سخن بسیار گفته نشده اما مقصد این تحلیل بر نشانه های چشم انداز سیاست خارجی بایدن و گفته های خود او و نزدیکانش تکیه دارد تا که گفتم می شود پایان طولانی تری جنگ تاریخ امریکا یکی از اهداف جو بایدن است اما بایدن برای رسیدن بعد با روش ترام عمل نخواهد کرد اداره بایدن برای رسیدگی به قضیه افغانستان در نخست توافقنامه صلح با طالبان و زمام مهرمانه آن را بررسی می آنگونه که وزیر خارجه اداره بایدن گفته است محتویات های مذاکرات به دقت بررسی خواهد شد با توجه به با تاکید بایدن به با تقویت دموکراسی و حمایت از ارزش های حقوقی بشری در جهان برای رسیدگی به قضیه افغانستان یک مسئولیت اخلاقی نیز متوجه امریکا خواهد بود اداره ترامپ در زمان مذاکرات صلح با طالبان هیچ رقابت به محافظت از دموکراسی و ارزش های بشری نشان نداد اتحادیه اروپا و سازمان که تاکید بر حفظ میراث‌های مثبت داشتن نیست در آیشیا قرار گرفتن اما با توجه به با اینکه بایدن به تقویت روابط با متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا تاکید دارد از آنان نیز در زمینه حرف خواهد شنید بنابراین این مسئله دموکراسی حقوق زنان و ارزش‌های بشری که از سوی اداره ترام از قلم افتاده بود گفتگوهای سول را متاثر خواهد کرد های ها اداره بایدن برای رسیدگی به قضیه افغانستان در نظر دارند که به بهانه فراهم نبودن شرایط مهلت شش ماه به تقسیم اوقات خروجی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزوده شود چنانچه این برنامه عملی شود چارچوب زمانی پیشبینی شده در توافق دوها نیز نقص خواهد شد سپاس که تا این دم با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوی دیگر الله یار و همه همیتان